من به این بچهای واحد موسیقیمون گفتم که از این به بعد برای تک تک اعضای خانواده باید موسیقی تولید کنید. شعرهای موسیقی ما یه جوریه که طرف از دوست دخترش خونده جواب میده تا امام زمان، دیدید؟ جواب میده دیگه، چون معلومش مخاطبش کیه. یه جوری شعر رو استفاده کرده برای یه معشوقه داره میگه منظور امام زمانه، مجوز میگیره بعد تو کنسرتش دخترات اینجوری نشون میده و برام میخونه. چرا ما نداریم؟ مثلا من گفتم عبارتای مثل خانم خونم اینو بیار تو شعر که مشخص کنین برای همسرش، خانم خونم یعنی دوست دخترش نیست، عبارت مثلا آقای خونه، مرد خونه، نمیدونم چی، خونه، خونه یعنی خانواده، اینا رو بیاری تو شعر. و شروع کردم بچه‌ها ما دارن، گفتم برای دختر بعد شعر گفت، برای پسر بعد شعر گفت، پدره برای دخترش میخواد تولدش شده یا آهنگ بفرسته، نداره، ما تولید نکردیم. حالا فهمید چرا میگم گیج صدا سیمای ما؟ صبح تا شب هم آهنگ داره پخش میکنه، برنامه موسیقی هم تا دلت بخواد داره استعدادیابی هم میکنه، اما شعورش نمیکشه که بیاد بگه تو این جهت تولیدات داشته باشی. شما فرض بکنید یه برنامه تلویزیونی رو گوش کنید، یه برنامه تلویزیونیه، موضوع خانواده، برای اعضای خانواده و صراحتا تو شعر باید بیاد، کار قرار تولید بشه، نفر اول 500 میلیون جایزه، اصلا جایزه هم یه فلان شرکت هم یه اسپانسرش میشه، یه کار میگم که یعنی به چلاق بگی بتونه انجام بده، اما اینا انجام نخواهند داد. شما 100 تا خواننده میان ثبت نام کنن، هر روز 4 تا 5 تاشون میان بخونن، یه ماه طول میکشه فقط یه دور اینا بخونن، مردم رأی بدن، اینا همینجوری برن چی بالا، نتیجه شم چی بگه هر کی اولشون 500 میلیون مال اون، اون 1 میلیارد مال اون، چجوری تو عصر جدید گفت 500 میلیون میدیم ببینم فلان. حالا شما چی 100 تا آهنگ داری که با موضوع چی شده؟ خب اصلا بامبینگ کردی جامعه رو، یعنی پر از این آهنگا کردی، یه نفر فردا بخواد برای دخترش، برای خواهرش، عشق خواهر و برادر به هم، محبت خواهر و برادر به هم، محبت پاکه، چرا وجود نداره؟ کار نکرد.